تو کنفرانس خبری که اخیرا آقای لاوروف داشتن، خبرنگار ایرنا فکر میکنم سوال کردن ازشون، آقای لاوروف خیلی جدی و خیلی فرض میدونستن این مسئله رو و خیلی تو دیتیل رفتن و مشخصه که قاعدتا روسیه دیگه الان قضیه باشگاه تحریمی ها و تقریب و نزدیکی به کشورهای مثل ایران رو خیلی جدی تر بگیره. عرض میکنم من حالا از سوالی که باقی مونده، شما تو زمینه باش به تحریمی ها سوالی ندارید؟ بحثی ندارید آقای رهجو؟ عرضم بزرگتون که کاری که آقای فرغانی دنبال کردن و موضوع باشگاه تحریم ها رو پیش بردن، بله، که خب به حال زحمت زیادی کشیدن، موضوع رو سر دست گرفتن، پیگیری کردن و هم در سطح نخبگان هم در عرصه افکار عمومی پیگیری های خوبی رو انجام دادند. اما خب این قطعا نیازمنده، باز این موضوع به نتیجه رسیدنش نیازمنده یک حرکت فعال در خود دولت. اتفاقا یکی از کمک ها به استراتژی در واقع دور زدن تحریم ها یا بی اثر سازی تحریم ها همین باشگاه تحریمی هاست، خصوصا الان که روسیه داره با این شرایط خیلی شبیه ایران میشه، یعنی از جنس تحریم هایی که داره دور و برش چیده میشه شبیه ایران میشه. خب این اتفاق میتونه رخ بده. بله، چین هم ممکنه تمایل داشته باشه، به حال چین هم داره با آمریکا به نوعی در منازعات مختلف گلاویز میشه. این کشورها به حال حجم خوبی از اقسام قدرت، اهم از قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت نظامی، اینها رو دارن که کنار هم قرار گرفتن اینها همون در واقع ترسیه که داشتند. و خب هانتینگتون سر همین قضیه اون کلش آف سیویلیزیشن و برخورد تمدن ها رو نظری پردازی کرد و حضور آمریکا در منطقه افغانستان و آسیای میانه اصلا برای همین بود که این همگرایی صورت نگیره. همین همگرایی ایران، روسیه و چین، خب حالا بخشش در اون موضوع شانگهای و پیمان شانگهای که بلافاصله با روی کار آمدن دولت 13 ایران پذیرفته شد به عنوان عضو این اجلاس، و خب ابتکاراتی مثل باشگاه تحریمی ها میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه این دولت همونجوری که فعاله فعالتر هم بشه. و حتی من فراتر از موضوع باشگاه تحریمی ها، الان با این وضعیتی که سازمان ملل پیدا کرده و خب روسیه اونجا در انزوا قرار گرفته و حتی حرفایی از حذف روسیه از اون شورای امنیت هست، حتی میتونه آرام آرام این ابتکارات و اتفاقات بره به سمت اینکه یک سازمان ملل دیگری آرام آرام شکل بگیره که بتونه تأثیرات خودش رو داشته باشه و بتونه از نظر امنیتی، از نظر سیاسی و غیره در جهان تأثیرگذار باشه. اینها اون پیامدهایی که اگر ما فعال باشیم و دستگاه دیپلماسی ما فعال باشه میتونه به طرز مؤثری تأثیراتی که داره رو حالا تبدیل بکنه به یک سری نظام سازی ها، یک سری در واقع شکل‌گیری نظامات جدید در جهان، همون کاری که ایالات متحده کرد. یعنی بعد از جنگ جهانی دوم سازمان ملل شکل داد، حالا وقتی که شما قدرت پیدا کردید باید از فرصت استفاده بکنید و اونها رو تبدیل کنید به یک نظاماتی. باشگاه تحریم ها یکی از اون نظامات هست که میتونه در واقع کمک بکنه به اینکه اون جنس قدرت شما یک تجسد و یک در واقع ماهیت عینی پیدا بکنه. خیلی متشکرم.